بچه ها سلام، بازم ما اویدم میخوام با تون ورزش بکنم. دوستای عزیز بختیاریم، یه لباس راحت پوشیدم که با تون ورزش بکنم. راشین، توپولو، مرجان، خیلی توپولو، پروانه، خیلی نه یکم توپولو، ده توبا بهم گودی خیلی تاقو بیدی، حالا سید دارم کم خود اندازه حبانه بید مینام تو تری لاغر و گویا ما. خب بریم که با شیلی خانم ورزشامون رو شروع بکنیم. ساعتاتونه بریم سر دستتون، هرچی شیلی خانم انجام بده ما هم همون نسیتون انجام بده. طوری میخواه بریم ورزشگاه، همین من مناهاتون بریم انجام بده. نفس، حالا فعلا هی را دستاتون هم هی ببریم. بوی بچه هم باید شما رو بید ببخشین با اجازتون، بند کفشاتون هم مکم. بچه های مایستر امون دوگل شریعت ماشاءالله تعدادشون هم زیاده، هم دوره یا خون تعدادشون زیاده. هر دفعه که ایران ایران دوستان حکیمه شهین این دور همین همه نبینم، ولی با خانم جانگیری خیلی لاغه رو بیدی. آفرین، رژیم گردی، غذای ساخته میخوری، برنجتی کم کردی، خوب ولی خیلی خوشگل و خوش استایل رو بیدی. خب دوستان همینطور برای رعدمتون ادامه بدین. این خانم که باید سر را شروع کنید، یه تقریبا ما خیلی گرم میده تشکر، یه لقد اینطوری بزنید. خیلی وقت با هم ورزش نکردیم، تنبلین رو بریم کنار. من آرمینم ایچو نشسته یه بازی اینطوری بزنید، نه خیلی محکم، آروم دوباره را بریم. پاکتون بیاریم بالا، هر چقدر تریم این پاکتون بیاریم این اشکماتون بیشتر از سر داره. نافتون هم بچسبونین از داخل، فشار است بدین به کمرتون از داخل ها، یه قدم جلو رژه، یه قدم هم خب قدم جلو، یه قدم هم خب ای پاکتون بیاریم بالا، یه قدم یه قدم بخن بالی اینطوری جمع کن، تازه شوزم هست اینطوری دیچه بریم وردش ها پول بریم بریم گرما عواز شخص درجه در مهمونه هاتون زیر کوله وردش ایسا ورزش بکنین. نیخواه برین هی پیل بدین و گرما هی برین بیا میتوری نزدی. نیخواه نیم فیلن هی نوشه هزینه نکنین من این ورزشگاه ها، ورزشگاه خوبه نه که بده، ولی نیگم ورزشگاه بده. یه مقدار که ورزش ها یاد گرین متناسب با هیکل خودتون، بعد یه چه کنید دمان خونه همه ورزشان رو انجام مثل ما زرنگی کردم یه بار هردم ورزشگاه و بس کنم که کمر درد دارم، زانو درد دارم، هیچ چیانی دارم، باز دوباره بنده کمش بود. خدا به کل همه بنده کمش ها بود قد دیگه باز بود همه داره شروع بکنم. حالا دست ما این پامان هم ببریم تا تریم به مشکماتون. مرجان بلند و پروانه یه کیبی خدا مری که خوبی، افسانه هم که خوبی. یه گوی اسکته این هم آرمین جونه، آرمین یوانه با سمیه گو با اسکته. Where's my scooter? Outside. Yeah.
یا هم خیلی خوبه سین پشت پارتون رو قوی بکنه. عضله داری چو؟ اینا نه محکم فشار بدین. خیلی خوب استی تو. حالا کاری میکنی. عضلات پشت پا و مثلا مناسبه این که در آخر ایسا بشه استدامونه بشه. سلاسه دوست داریم بشنوین یا نه؟ دوست داریم سلاسه بشنوین. آرمین حیره و حیره ای صدای خانم شیلی رو بخوام بشنوین ده صدا خانه نیشمه سیتون دارم ارمین ارائه ارائه امروز هوا خیلی عبری آفتابی چهار تا فرق دیدیم منه تابستون، پاییز، بهار، زمستون بارونش یا دوباره قرد دوباره بارون یا دوباره قرد یه بارون یا هی آفتابی یه بارون هی آفتابی اونیم چه بکنیم به دستی هوا اما خوبه چمنا او بکنیم دنی خواهی او بشون بدید Thank you God بنار شکر همیشه شو گذاری بکنیم در با خدا و ایزینه ولی همیشه به در با خدا شکر گذاری کنیم شکر خدا رو به جا بیاریم که نعمت های به ما داده که این نعمت ها رو از ما داره وای مردم داده وای دیگو که او بینید کنه کنار دستتون او بخواهیم کلوب کنم کم کم وقتی که درد یا یه جایتون یعنی یه عضلهتون درد یا یعنی داره کار کنه یعنی خوب استتون ادامه بدید یعنی همون خانمه که مردم کورز اینجا یه ورزشگاه به نام کورز که فقط خانما بودن من بعدم میاد برم ورزشگاهی که هم آقایون هستن هم خانم‌ها خودتون می‌دونید دیگه به چه علتایی آقایون وقتی با خانم ها یه جا باشن اولی که ورزششون رو بکنن هی اون خانمه نه هی نگاه کنن براندازش کنن سر ترید میل بید ما هم این بر بیدم هی نگاه پیا ورزش رو بکن نه ما تنها همه نه خودتون دیدین چطور دونید حالا ایگو ایتوری سی هم یه بده میام برم ورزشگاهی که زینا و میرا با هم قاطی روش دارم ورزشگاه که ایران میتونم از زینه بوده لما باشن چون که مردا همه شون که نه ولی بعضیشون یه حس بدی به آدم میده پیا ورزش ده بکن بچه هم زینه ها داری هی نگاهشون میکنی هی وراندازشون میکنی زود پایین بالا زود پایین به بالا هی زینه ها ده ورانداز سخت بری ورزشگاه بری همیه ایشینه هم کنار او پانه میده سر بال هی دی بزنه ها بیا میره او راستی بی ببر ورزش بکن بچه تا هی دی بزنه خودتیان هم نوازن زیده هم بله خب هرچی هم اندازه داره دونی؟ حالا دوی طوری بکنی در تمام جهت ها خب ناف رو مصرف کردم از آخر این دو تا ماهیچه من مصرف کردم نفس هم بزنیم دست بالا یه گوی حالا یه طوری بکنی یوسی اشکمت خیلی خوبه تو با این حبانه بین
سر دلت بی همین چون این قدی خواهم آشکم دارم ولی این طوری دیم مثل خوبانه نمی خوبانه یه وسیله ای بود در قدیم که توش آب می ریختن از جنس سفال بود و آب خیلی خنک نگر می داشت دیگه لازم نبود یخ و اینا قدیما که یه یخچال بیشتر نبود و بالاخره تو یخونش گوشت میذاشتن و یخ زیاد نمیتونستن بذارن بعد این خوبانه بود که مادرهای ما خیلی این هم میشستن و طبیعت نگه میداشتن بالاخره اون آب توش جمع میشه آب باید تندتون عوض بشه و مامان من با سنگ اینو میسابوند و یه سنگ مخصوصی داشت خیلی سیقلی و صاف بود آروم اینو میسابون که این گیزی آب و جلبک بیرونش میزد یه چیزای سبز ولی داخلش ریز میشد اینو میسابوند با آب و اون سنگه با مثلا یه تاید اون زمان تاید بود میسابوندش تا اون گیزی آب و اون چیزای سبز بره و بعد آب توش خوردن داشت خیلی حالا دوستای جنوبی و همدوره‌ای من میدونن من از چی حرف میزنم اتفاقا یکی از سرسای خوبانرم توی یکی از کلیپ‌های اخیرم هم مومان صبح خیر گذاشتم یه ظرف هست مثل کوزه دهن گشادتری داره پایینش تنگ میشه و با یه پایه آهنی اینو روی زمین نگه میداشتم خب حالا این خانم میگو اینطوری بکنی دوستان امیدوارم که این ویدیوی منو خوشتون بیاد سابسکرایب کنید غرض شوخیه و طنزه و اینکه شما هم ورزش کنید هم اینکه بالاخره به حرفای من گوش بدین و خسته نشین چون ورزش چیزیه که خسته کننده است بخوای هر روز یه کار تکراری رو انجام بدی خسته کننده میشه خب این خانم گفتش 20 دقیقه بچه تو این فاصله من رفتم به دیوان آب جوشیده خنک شده آوردم کنار دستم گذاشتم چون که واقعا هوا اینجا گرم و شرجی شده این صدای شیله خانم هم باز کنم همش دیگه قدم بزنیم قدم رو بچه ها من چون ساده پیشگی رو دوست دارم حالا گفتم هوا هم گرمه نمیخواد مثلا برم حالا یک لباس آنچنانی بخرم یا بپوشم که مخصوص جیم و ورزش باشه چون من به لباس هایی که خیلی تنگن از این ایران میگن ساپورت یا اینجا میگن لگین و این چیزا من حساسیت دارم لباس های خیلی تنگ نمیتونم بپوشم همیشه باید لباس هم کتانی و خنک باشه به خاطر همین من یه شلواری رو که خیلی هم توش راحت هستم اینو پوشیدم که بتونم راحت توش ورجه ورجه بکنم یه خانم حالا بگی یه طوری بکنیم با دقیقش هم طوری بکنیم بچه من یه کانال دیگه دارم که اسمش هست فریما بعد اینو شما میتونید فریما از 6 to 4 اینو پیدا کنیم بریم و ویدیوهای منو ببینیم چرا اسم این کانال فریماست این فریما یک جورایی رول مدل من بود در دوران بچگی وقتی که ما میرفتیم بروجر که بابای من لیسانسشو بگیره بعد اونجا همه فرهنگی ها یه مدرسه بود که هر کس توی کلاسی سکنا داشت و زندگی میکرد بعد ما یه بابا مامانم ماشین رو میبستن از رخت خواب باربند میذاشت، رخت خوابا رو میذاشت، ظرفا رو جمع میکردن بعد دیگه
اسایل شخصی و لباس ها مولینا رو میبردیم. 12 شب بابای من راه میافتاد، ما رو بیدار میکرد که میگفت هوای خنک برسیم به بروجر، چون اگه میخواستیم زودتر از اون بریم، خب تابستون هم بود، خیلی گرم بود. بخورد اینطوری کنیم. بعد یکی از همین شبا که من خواب آلودم بودم، انگشت من رفت لای در و من تا صبح گریه که نه زخ زدم و گریه کردم. بابای من میگفت اینو ساکتش کنید که من تصادف نکنم. خلاصه فریما یکی از بچه های یکی از آقایون فرهنگی بود تو اون مدرسه، دختر خانواده عرب محترم بود، آقای قانم. بعد 6 تا دختر داشتن که در نهایت خدا به اینا یه دونه پسر داد. فریما دختر خیلی متین و آروم و خیلی نایسی بود، همیشه از خواهرها و برادر کوچیک خودش مواظبت میکرد، کمتر میومد توی حیات که با ما هر سنگ و داشبال و حالا ما طول بسکتبال بود، آره طول بسکتبال و هندبال و والیبال و این چیزا بود، با ما بازی نمیکرد و بیشتر کمک مامانش میداد. و من چون همیشه این دوست عزیزم لبخند داشت و لبش همیشه چهره اون مهربونش تو ذهن من هست، ایشالله هر جا که هست تنش سالم باشه. یه جورایی منم از اون خیلی چیزا یاد گرفتم از دوران بچگیم و یکی از رول مدل های زندگی من و دوران کودکی منه. ایشالله که هر جا هست خودش و خانوادهش، خواهر برادراش تنش سالم باشه. از اون سالها خیلی وقت میگذره، من اون موقع 7-8 سالم بود، هنوز جنگ نشده بود و الان 40 خورده ای ساله. نمیدونم فریما و خواهر دیگر کجا، ایشالله هر جا هستن سلامت باشن. آره داشتم میگفتم که بابای من همیشه ما رو بیدار میکرد و میگفتش که باید هوا خنک از خوزستان رد بشیم که یه جوری برسیم به خرم‌آباد. بعضی سالها میرفت برای درس و بعضی سالها میرفت بروجر که ما زودتر خوزستان رو رد کنیم. و چون ما رو بیدار میکرد، ما اکثرا خواب‌آلود بودیم، چون تمام روز با این بچه ها تو اون حیات مدرسه ورجه ورجه میکردیم و بدو بدو و بازی که مامانم ما رو بیدار کرد، که ولی نه اونجوری که مثلا بیدار بیدار باشیم، صورتمون هر شده بودیم. بعد من خیلی خواب‌آلود بودم، همین چون جوری که توی ماشین سوار شدم، بابای من با عجله در رو روی انگشت شست من بست. این شست نه، انگشت این انگشتم ببین این چقدر فرق داره و قشنگه، و این انگشتم ببینین کج و کوله است. این که کج و کوله است اینجا، این همون انگشتیه که من تو خواب چشام بسته بود، حواسم نبود، انگشتم لای در گیر کرده و بابای من در روی انگشت من بست. و این انگشت من تا صبح منو اذیت کرد، تمام این راه ورم کرده بود و خیلی درد داشت، یخ میزد، داغ میشد، یه حال عجیبی داشت این انگشت من، حالت فریز شده بود. و فقط یادم مامانم یه پمادی روز زد و مامانم که همیشه نگهبان بابای من بود که خوابش نبره جلو بود، فقط به من میگفت هیس آروم، صدا بالا نیاد، آروم باش، بابات خدا نکرده تصادف میکنه. و منم فقط آروم آروم گریه میکردم که دیگه بعد از ساعتها اون پماد از سرت خودش کرد و درد من آروم شد. اینم خاطره یکی از اون مسافرت ها در کنار تموم خاطره های خوش و خوبی که با پدر و مادرم و خواهر برادرم داشتم. بله این خاطرش هم دیده هم با من هست، بخصوص وقتی که این انگشت رو نگاه کنه.
ببخشید من دوباره احساساتی شدم. الان میگه خودتون رو استرچ بدید، بعد الان میگه اینجوری کنید، الان میگه اینجوری کنید به خاطر تعادل. بعد از تمام این ورزش ها استرچ و کشش، حرکات کششی خیلی مهمه. خب طبیعیه وقتی که آدم یاد عزیزانش میفته که دیگه نیستن، اشکی تو چشماش بیاد و این طبیعیه برای همه ما کسایی که باهاشون خاطره ها داریم و زندگی کردیم. این برای تعادل و بلنستونه و یه ذره سختمه امروز. بعد اون یکی پا اگه نتونید میتونید دستتون رو به یه جای تکیه بدین. خودش هم داره میگه خب زنبای من ضعیفه، آره چون مشکل دارم. خب تموم شد، اینم از ورزش و صحبت ها و گپ های امروز. امیدوارم که خوشتون اومده باشه و این ورزش ها رو انجام بدین. اینا همه شوخی بود با دوستای عزیزم و همشهری های عزیزم. امیدوارم که ورزش یادتون نره، در کنارش بطری آبم همیشه همراه خودتون ببرید و روزتون خوش، شبتون خوش، هر جای این دنیا که هستین.